درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، سفیر آلمان تهران را ترک کرد. حکم قطع انگشتان دو برادر به اتهام سرقت در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد. و ریشه مرادی به اعتصاب غذای خود پایان داد. نعیم قاسم در اولین سخنرانیش به عنوان دبیرکل حزب الله لبنان گفت ما به نیابت از کسی نمی جنگیم. معاون فرمانده نیروی رضوان حزب الله در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. بیت کوین با نزدیک شدن انتخابات آمریکا در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی قرار گرفته است. رها امیرفضلی و شادی کرمرودی سینماگران ایرانی جایزه فیلوشیپ طلایی آکادمی اسکار برای زنان را دریافت کردند. و یک ورزشکار اتریشی رکورد جهانی طولانی ترین زمان پرواز بیس یا پرش آزاد را ثبت کرده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 3 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 9 آبان ماه سال 1403 خورشیدی. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان خبر داد که سفیر این کشور صبح امروز چهارشنبه 9 آبان ماه به دنبال فراخوانده شدن از سوی برلین بعد از اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی ایرانی تهران را ترک کرد. بعد از آنکه سفیر آلمان تهران را ترک کرد، سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که قتل آقای شارمهد به شدت به روابط دو کشور آسیب می زند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت ایران می داند که به زودی با اقداماتی مواجه خواهد شد. صبح امروز عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بعد از جلسه هیئت دولت گفت که ایران در تماس با کشورهای اروپایی پیشنهادهایی برای مذاکره در موضوعات منطقه‌ای، وضعیت اوکراین و برنامه هسته‌ای داده است، اما اروپاست که ظاهراً علاقه‌ای به این امر ندارد. عراقچی در ادامه درباره عدم علاقه اروپا به ارتباط با ایران به تنش اخیر میان ایران و آلمان درباره اعدام آقای شارمهد اشاره کرد و اقدام آلمان را حمایت از یک تروریست خواند. خبرگزاری آسوشیتد پرس با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد که حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی به پایگاه تولید موشک‌های بالستیک و پرتاب موشک‌های مربوط به برنامه فضایی سپاه پاسداران خسارت وارد کرده است. در این گزارش که روز سه‌شنبه 8 آبان ماه منتشر شده، گفته می‌شود که پایگاه موشکی شاهرود در حالی متحمل خسارات ناشی از حمله اخیر اسرائیل شده که حکومت ایران پیشتر درباره این منطقه اطلاع رسانی نکرده بود. جمهوری اسلامی صرفاً به هدف قرار گرفته شدن نقاطی در سه استان ایلام، خوزستان و تهران اشاره کرده و درباره این پایگاه مستقر در استان سمنان سکوت کرده است. از سوی دیگر شبکه فاکس نیوز گزارش داد که 4 سامانه دفاع هوایی S-300 ساخت روسیه که اسرائیل امسال در حملات خود به مواضع جمهوری اسلامی در ایران نابود کرده، تنها سامانه هایی از این نوع بودند که حکومت ایران در ابتدای امسال در اختیار داشت. وال استریت ژورنال هم گزارش داده که اکنون تمام سیستم های S-300 جمهوری اسلامی غیر فعال شدند. فاکس نیوز از قول یک مقام ارشد اسرائیلی که نامش فاش نشده گفته است که بیشتر دفاع هوایی جمهوری اسلامی از بین رفته است. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، حکم قطع 4 انگشت دست راست شهاب و مرداد تیموری روز سه‌شنبه 8 آبان ماه با دستگاه گیوتین در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد. این دو برادر به اتهام سرقت محکوم به قطع انگشتان دست شده بودند. در پی اجرای این حکم، این زندانیان برای سیر مراحل درمانی به بیمارستان خمینی ارومیه منتقل شدند. اجرای این حکم بعد از انتقال متهمان به واحد اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور انجام شد. شهاب تیموری متولد 19 خرداد 1364 و مرداد تیموری متولد 3 شهریور 1369 اهل سرپل زهاب و ساکن کرج بودند.
رسانه‌های حقوق بشری روز سه‌شنبه 8 آبان ماه اعلام کردند که وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، بعد از گذشت 20 روز به احتساب قضای خود پایان داد. وی از 19 مهر ماه در اعتراض به بلا تکلیفی خود و محرومیت از ملاقات با خانواده و وکیل که از اواسط اردیبهشت ماه امسال به دستور قاضی ابوالقاسم صلواتی صادر شده و همچنین افزایش احکام اعدام در ایران احتساب قضا کرده بود. کاوه کرمانشاهی از مسئولان شبکه حقوق بشر کردستان روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت، به گفته یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی، او برای احترام به درخواست‌های فعالان سیاسی و مدنی و نهادهای داخل و خارج کشور و همبندی‌هایش در بند زنان زندان اوین به احتساب خود پایان داده است. بیش از 100 فعال مدنی و سیاسی روز جمعه 4 آبان ماه همزمان با 16 روز احتساب قضای وریشه مرادی خواهان پایان احتساب قضای او شده بودند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی، گردشگری و زیارتی استان تهران میگوید که رد درخواست روادید گردشگری ایرانی ها از سفارتخانه های اروپایی بعد از تحولات منطقه اخیر افزایش یافته است. امیرپویان رفیع شاه روز چهارشنبه 9 آبان ماه به خبرگزاری ایسنا گفت به دنبال این تحولات، سفارتخانه های اروپایی به شکل خاصی با درخواست ویزای توریستی شهروندان ایرانی برخورد می کنند و تعداد رد شدن ویزاهای گردشگری ایرانی ها زیاد شده است. به گفته این مقام صنفی، همچنین با توجه به لغو پی در پی پروازهای خطوط هوایی بین المللی، سفرهای خارجی ایرانیان تحت تاثیر قرار گرفته است. هیئت دولت منصور بیجار، مدیر اجرایی بلوچ و اهل سنت را به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب کرد. سوابق آقای بیجار شامل معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان، مدیر کلی دفتر فنی استانداری و معاونت امور عمرانی فرمانداری و مسئول نظام مهندسی خاش می شود. رسانه‌های داخلی گزارش دادند که آقای بیجار بر اهمیت طرح‌های آبرسانی و مدیریت بحران‌های طبیعی در استان سیستان و بلوچستان تاکید دارد و در طرح‌های انتقال آب برای تأمین نیازهای مناطق مختلف استان فعالیت کرده است. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در جلسه امروز برای دومین بار استعفای عبدالکریم حسین‌زاده را به رأی گذاشتند و این بار موافقت کردند تا او بتواند به عنوان معاون پزشکیان در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور مشغول به کار شود. عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه بود که امروز استعفایش به رأی گذاشته شد. عضویت او به عنوان کرد سنی مذهب در کابینه دولت جمهوری اسلامی از نکاتی محسوب می شود که دولت فعلی در ماه‌های اخیر به تبلیغ آن پرداخته است. در حالی که مقامات سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کردند که با صدور احکام جدید همسانسازی حقوق بازنشستگان به طور متوسط 1.5 میلیون تومان به حقوق بازنشستگان افزوده شده، اما برخی بازنشستگان از افزایشی کمتر از 1 میلیون تومان خبر دادند. یکی از بازنشستگان شرکت پست با حقوق حدود 8 میلیون تومان حکم جدید خود را به خبرگزاری حکومتی ایلنا ارسال کرده که در آن افزایش حقوق تنها 43 هزار تومان است. او میگوید که بعد از ماها وعده و تبلیغات، در نهایت تنها 43 هزار تومان به حقوقش اضافه شده که معادل پول 4 قرص نان است. گزارش هاکی است که افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر کشوری بسیار ناچیز بوده و حتی به 100 هزار تومان هم نمی رسد. بازنشستگان معتقدند که طرح همسانسازی حقوق تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت معیشت آنها نداشته است. رنگ‌ورشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. جواهری پارس
با مدیریت مسعود افلاطونی شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. آیا از شما کلاهبرداری شده؟ نگران نباشید. جعل اسناد، جعل وکالتنامه، جعل قراردادها و حتی جعل وصیت‌نامه و غیره را ما قانوناً به نفع شما پیگیری خواهیم کرد. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران خبر داده است که مشکل رجیستری گوشی های آیفون با مصوبه جدید هیئت دولت و حمایت رئیس جمهور و پیگیری فعالانه وزارت ارتباطات حل شده است. وی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت با کار کارشناسی و بدون هیاهو و غوغاسالاری می توان سایر مشکلات فضای مجازی و مطالبات مردم را حل کرد. به نوشته ایسنا هاشمی به مصوبه امروز چهارشنبه 9 آبان ماه هیئت دولت اشاره کرده و گفته است که رفع ممنوعیت با همراهی معاون حقوقی رئیس جمهور و وزیر صمت حاصل شد و جزئیات و آیین‌نامه مرتبط با واردات آیفون در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام خواهد شد. نعیم قاسم دبیرکل جدید حزب الله لبنان در نخستین سخنرانی‌اش به عنوان رهبر این گروه گفت که برنامه‌اش ادامه مسیری است که حسن نصرالله دنبال می کرد و ادامه جنگ و کمک به غزه است. وی با دفاع از عملکرد حزب الله لبنان گفت اسرائیل می گوید عملیاتش را محدود کرده است، اما آنها می خواستند تا رودخانه لیتانی بیایند. نعیم قاسم گفت که نباید حزب الله را به خاطر حمایت از غزه سرزنش کرد و تاکید کرد که اسرائیل برای حمله به غزه و لبنان نیازی به بهانه نداشت. او صحبت خود را با یاد کردن از هاشم صفی‌الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله آغاز کرد که به تازگی کشته شدنش تایید شد. به سپس کشته شدن یحیی سنبار رئیس دفتر سیاسی حماس را تسلیت گفت و اینکه او تا آخرین لحظه جنگید. نعیم قاسم گفت که ما به نیابت از کسی نمی جنگیم. او گفت ایران از ما حمایت می کند اما چیزی از ما نمی خواهد. او در عین تقدیر از رهبران ایران اضافه کرد که تصویر مشخص است. ما در سرزمین خودمان مبارزه می کنیم. کسی از ما چیزی نخواسته و ما را متحد به چیزی نکرده است. دبیرکل جدید حزب الله از قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده و رهبر محور مقاومت یاد کرد. او گفت ما بارها گفته ایم که جنگ نمی خواهیم و تاکید کرد که حسن نصرالله هم به دنبال جنگ نبود، اما اگر جنگ شود با قدرت خواهیم ایستاد. او گفت این جنگ اسرائیل علیه لبنان و غزه نیست، بلکه آمریکا و اتحادیه اروپا در آن شریک هستند. قاسم از اعضای شورای حزب الله به خاطر انتخابش تشکر کرد. انتصاب نعیم قاسم روز گذشته اعلام شد. ساعتی بعد از آن یاب گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که انتصاب او موقتی است. نیروهای دفاعی اسرائیل روز چهارشنبه با انتشار متنی در ایکس اعلام کرد که جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور مصطفی احمد شهادی معاون فرمانده نیروی رضوان در حزب الله را که مسئول پیشبرد طرح‌های تروریستی علیه اسرائیل بود کشتند. اسرائیل میگوید که او معاون یگانه نخبه رضوان بوده و اقدامات تروریستی علیه اسرائیل انجام داده بود. حزب الله این خبر را تایید نکرده است. یگانه رضوان نیروهای رزم دیده و ورزیده حزب الله لبنان هستند که گفته می‌شود پیش از این در سوریه هم جنگیدند. مشاور ارشد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده برت مکگورگ و آموس هوکستاین چهارشنبه 9 آبان ماه به اسرائیل سفر خواهند کرد تا به توافقی دست یابند که به جنگ در لبنان پایان بدهد. نشریه اکسیوس گزارش داد که این تلاش در راستای دستیابی به توافقی است که میتواند تا چند هفته دیگر به درگیری بین اسرائیل و حزب الله پایان بدهد. هوکستاین و مکگورگ قرار است که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، یاب گالانت وزیر دفاع و ران درمر وزیر امور راهبردی دیدار کنند و درباره آتش‌بس احتمالی بین اسرائیل و حزب الله در لبنان گفتگو کنند.
نشریه تایمز اسرائیل هم با استناد به یک مقام اسرائیلی ورود این دو مشاور و ارائه پیشنهادی رسمی برای آتش‌بس با هدف نهایی سازی توافقی که به گفته مقامات اسرائیلی و آمریکایی میتواند ظرف چند هفته به نتیجه برسد را تایید کرد. شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی بر برپایی کشور فلسطین به عنوان اولین شرط برقراری روابط با اسرائیل تاکید کرد. به گزارش العربیه بن فرحان چهارشنبه 9 آبان ماه در حاشیه اولین نشست ائتلاف بین المللی اجرای راه حل دو کشوری در ریاض تاکید کرد که پادشاهی عربستان سعودی هر آنچه لازم شود را برای متوقف کردن جنگ در نوار غزه به کار خواهد گرفت. وزیر خارجه سعودی همچنین مخالفت کشورش با کشتار جمعی که اسرائیل علیه فلسطینیان در نوار غزه مرتکب می شود را ابراز داشته و بر ادامه حمایت ریاض از آژانس امدادرسان سازمان ملل آنروا تاکید کرد. سرلشکر پت رایدر سخنگوی پنتاگون در یک نشست توجیهی تازه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ایران آماده پاسخگویی به اسرائیل است تایید کرد که این موضوع تحت نظارت است و احتمال آن وجود دارد و بنابراین باید برای تمام شرایط آماده باشند. او که روز سه‌شنبه 8 آبان ماه سخن می‌گفت افزود که آمریکا همچنان به دفاع از اسرائیل متحد است. رایدر از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و تنها به اظهارات مقامات ایرانی اشاره کرد و گفت که همه از تنش‌های موجود در خاورمیانه آگاه هستند. وی بر حمایت از اسرائیل و حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر حملات احتمالی ایران تاکید کرد. برنامه‌نویسان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دفاتر هیدریا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا. از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدریلا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدریلا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 هیدریلا.com وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال میکنیم. قیمت رمز ارز بیت کوین چند روز مانده به انتخابات آمریکا در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی دیگر قرار گرفته است. در معاملات بازار آسیا روز چهارشنبه 9 آبان ماه قیمت هر بیت کوین به نزدیکی 73,000 دلار رسید. این میزان در نزدیکی بالاترین قیمتی است که این رمز ارز تا کنون برای خود به ثبت رسانده است. بیت کوین که به عنوان رمز ارز پیشرو در بازار ارز دیجیتال شناخته می شود صبح چهارشنبه در بازار آسیا حدود 72,470 دلار معامله شد. رشد قیمت بیت کوین به معنای شرط بندی بازار بر روی پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا تعبیر می شود، زیرا دونالد ترامپ نامزد این حزب اکنون به عنوان حامی ارزهای دیجیتال شناخته می شود.
به گزارش وبسایت اسکرین دیلی، جایزه فلوشیپ طلایی آکادمی 2024 برای زنان به رها امیرفضلی و شادی کرمرودی، دو سینماگر ایرانی تعلق گرفت. اسکرین دیلی نوشته است که جایزه فلوشیپ طلایی برای زنان به عنوان بخشی از کار توسعه و مشارکت استعدادهای جهانی آکادمی، برنامه یک ساله شامل پشتیبانی، راهنمایی و دسترسی به فرصت‌های شبکه‌ای برای فیلمسازان زن در حال ظهور است. بنا به این گزارش، آکادمی در حال حاضر سالانه دو فلوشیپ، یکی به یک فیلمساز ساکن آمریکا و دیگری به یک فیلمساز غیر آمریکایی اعطا می‌کند. سینماگران با دریافت هر کدام از این جوایز مبلغی معادل 35,000 دلار کمک هزینه هم دریافت می‌کنند. رها امیرفضلی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده ایرانی مقیم نیویورک است. او در حال حاضر در رشته تولید فیلم و سریال در مدرسه هنر تیش NYU، مرکز مطالعه در زمینه هنر و رسانه دانشگاه نیویورک تحصیل می‌کند. نخستین فیلم امیرفضلی با عنوان در سرزمین برادران امسال در جشنواره فیلم ساندنس ویژه سینمای مستقل به نمایش درآمد و جایزه کارگردانی در بخش مسابقه دراماتیک سینمای جهان را از آن خود کرد. شادی کرمرودی بازیگر، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده ایرانی است که تحصیلات خود را در رشته فیلمسازی و بازیگری در مؤسسه فرهنگی هنری کارنامه در تهران گذرانده و لیسانس نوازندگی از دانشگاه هنر تهران و فوق لیسانس ادبیات نمایشی از دانشگاه سوره دریافت کرده است. در سال 2024 از شادی کرمرودی با فیلمنامه بلندش تدای نجوایت را میشنوم برای شرکت در آزمایشگاه استعدادهای درخشان و ایستگاه فیلمنامه نویسی جشنواره فیلم برلین دعوت شده بود. پیتر زالسمان، ورزشکار اتریشی، به وسیله وینگ سوت یا پرواز با لباس بالدار سطح جدیدی از پرواز انسانی را به نمایش گذاشت و در کوه یونگفراو در سوئیس نوعی از وینگ سوت نوآورانه را آزمایش کرد. با این تکنولوژی جدید، زالسمان بدون استفاده از موتور و با سرعت حداکثری 200 کیلومتر بر ساعت به مدت نزدیک به 6 دقیقه پرواز کرد و مسافتی معادل 12.5 کیلومتر را با تفاوت ارتفاع 3402 متر طی کرد. این ورزشکار اتریشی رکوردهای جهانی طولانی ترین زمان پرواز بیس یا پرش آزاد، بیشترین مسافت پرواز و بلندترین پرش از این نوع را از ابتدای پرش تا لحظه فرود ثبت کرده است. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. به سپاس و خوش رو براتون آرزو میکنم.